خب تو فیلم شماره هشتممون بیایم اینجا ادامه مدیا کوئریمون رو بریم، بشه 992 and max width 3200 پیکسل. همش خوبه، اصلا دستکاری نکنید، این میشه 768. اگر مشکلی داشت میام درستش میکنم، اگر مشکلی داشت میام درست میکنم. 992 یکی هم میشه 576 و 768 و در نهایت هم گزینه ماکس ویتس 570ش. خب میام اینجا، طبیعتا بعد ایشون الان کاملا ریسپانسیو باشه. خب کاملا ریسپانسیو، خیالتون راحت، حالا میبینین این شکلی شده، هیچ اشکال نبود درستش کنم. خب میام اینجا سایت قالب من، ببین کاملا از لحاظ هیتی داره در واقع ریسپانسیوش هست و به این شکل داره در واقع اتفاق میفته. چرا؟ چون هیت هم ایمیج هم بر اساس در واقع خود این مقدار داره کم و زیاد میشه. از کجا فهمیدم؟ از در واقع این گزینه. سویپر داره میگه ویتس هم 100%، هیت هم 100%. خب سویپر بچه کیه؟ ایشونه، یعنی 700 پیکسل. یعنی اگه بر اساس درس 700 پیکسل به این شکله، سویپر سلاید هم دقیقا همینه، فرق نمی کنه، بحث فلکس توشه و این هم که هیتش 50%، یعنی بر اساس درصده، بر اساس درصد پدرش داره کم و زیاد میشه. خب و عکس هم که اینجا اگه نگاه بکنید بر اساس درصده دیگه، یعنی ویتس و هیت عکس هر چقدر کم و زیاد بکنید خودش اوکی. خب اینجا اومدیم به نظرم یه F12 هم بزنم ببینم وضعیت چی جوریه. تا اینجا که خوبه، اومدیم زیر 1200، نگاه کنین دارم میام زیر 1200 دیگه این جذاب نمیشه. چیکارش باید بکنیم؟ لطف بکنید توی 1200 اولا ایشون که گشتیمش 20 تا، من یادم رفته که تکست ترانسفورمش هم بکنم کپیتالایز بهتر بشه. یعنی خب این از این دوم، این 20 تا خوبه ولی این زیادی بزرگه، اینو باید بذاریمش 44 تا که اینجوری نشه. خوبه و تا بریم زیر 1200. خب زیر 1200 رو باید تغییر بدیم دیگه، مجبوریه دیگه، اینا دیگه تو مدیاتون هست، باید مدیاها رو بنویسید دیگه، بچه راهی هم نداره. 44 رو من به نظرم 44 رو بکنیم 40 تا 40 باشه و اینجا الان مقدار تو این سایز 40ه. انشالله میام اینجا روش نگه دارم 44ه. یک کنترل F5 میزنم اینا 40 میشه یا نه؟ آره اینا 40 شد، 40 هم زیاده، بذار کمش کنم، مثلا میارم شروع 32 خودم، اینم 20 رو من میکنم حدود 16، الان بهتر شد. اینم به نظرم پدرش در واقع کابر رو 50% دادیم، پدینگش رو تاپش رو بکنیم 50، راستش رو بکنیم 30، پایین هم بکنیم 30، چپ هم بکنیم 30، بهتر میشه. خوبه الان خوبه تو این سایز، تو بقیه سایز هم باید همین جوری دیگه، باید برید دونه دونه شروع کنید درست کردن. تو یکی سایز اصلا به نظرم این الان مثلا همون 50 باشه خوبه، بقیه رو هم بیاید بذارید 30 پیکسل 30 پیکسل 30 پیکسل، اینه دیگه ببریدش رو 24 تا، این رو هم همون دیگه 14 پیکسل بذاریم، بقیه هم دستکاری نکن، ببریمش توی یکی سایز، ببریمش زیر 992. خب خوبه اینجا الان میبینید هیچ مشکلی هم نیست، ویتسش هم 50% خوبه، نه ویتسش کمه، اینجا دیگه باید ویتس رو ببریدش بالا، به نظرم 80% بکنیم بهتر میشه.
اسلایدر دیگه، حالا این ویتسش بشه 80 تا خوب هم هست، مشکل نه. ببریمش یه سایز پایین تر. خب اینجا دیگه واقعا من دستکاری کنید اصلا راه نداره. من یه دقیقه کرداش رو کپی میگیرم رو اینجا، رو حسش نیست اونجا یه ساعت بنویسیم. یه کنترل میزن اینجا یه دقیقه قرار میدید آب خوردن، یه دقیقه کدایی که دارید رو اینجا اوکیش میکنید، یه پیست میزنید. الان ببینید قشنگ آپدیت شد، هیتش هم هنوز همون 700 تای خود من. میتونید اینجا هیتش رو کمتر کنید، مثلا هیتی اینجا مثلا به نظر میره رو 500 تام ضرر نمیکنه. ببینید الان اسلایدر تو خیلی خوشگلتر میشه، همچین روتین تر هم هستش. آره اینجا رو هم این سایز بیارید و همین ها بچه بخواید یه قالب طراحی کنید همینقدر زحمت داره، به خصوص حالا با یه چیز شبیه به بوت استرپ و اینا هم بخواید کار بکنید که زحمتش دو چندان میشه. میاد اینجا یه کنترل وی هم میزنیم برای این یکی سایز رو، هم خیال خودم رو راحت میکنم. این هم میتونستید کوچیکتر کنم، من رو کوچیکتر نکردم. این نویگیشنش قشنگ اینجا هست، جلو عقبش هم هست و کمپلت هم اسلایدر هم فول ریسپانسیو، خیلی هم اسلایدر خوب و تر تمیز. خب بریم منو رو کار کنیم.